نیکی محجوب همکارم اینجا در استودیو با ما همراهی میکنه. میدونم که وضعیت دانشگاه رو پیگیری میکردی در چند روز گذشته و مخصوصا امروز صبح. الان وضعیت اعتصاب های دانشجوی رو اول برامون بگو. خب از دیروز که میتونیم بگیم یکی از گسترده ترین اعتصاب ها رو ما در بیش از 30 تا دانشگاه در سراسر ایران داشتیم، امروز همین ادامه داشته. در دانشگاه خواجه نصیر خب دیدیم که دانشجویان اومدن، اعتراض کردن، گفتن به تحصنشون ادامه میدن، همچنان خواستار این هستن که اساتید بیشتری بهشون بپیوندن. در دانشگاه شریف اتفاقی که افتاده، دوباره اومدن ورودی رو مسدود کردن و دانشجویان رو مدارکشون رو چک میکنن، تعداد زیادی از دانشجویان رو ممنوع ورود کردن. این وضعیت الان در دانشگاه علامه، در دانشگاه تهران، در دانشگاه آزاد، در علوم تحقیقات، در چمران، اسم دانشگاه چمران رو وقتی میگیم بعضی از دانشجویان میگن بگین جندی شاپور، در نتیجه جفتش رو استفاده میکنیم که یه موقع اونایی که نمیدونن دانشگاه جندی شاپور کجاست بدونن دانشگاه چمران حالا اسم الانشه. در دانشگاه بهشتی، در دانشگاه مازندران، در دانشگاه نوشیروانی بابل، در دانشگاه کردستان، این حجم گسترده از ممنوع ورودی و اجازه ندادن دانشجویان به رفتن دانشگاه رو داریم. در دانشگاه الزهرا 150 تا دانشجو رو فعلا ممنوع ورود کردن. در یاسوج و شهر کرد هم وضعیت دانشجویان به همین منوال هست. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که بریم بپردازیم یکم بیشتر به آنچه دیروز اتفاق افتاد یه مروری بکنیم. دیروز در تهران در دانشگاه امیرکبیر، بهشتی، شریف، خود دانشگاه تهران، دانشکده‌های مختلفش، دانشگاه تهران آزاد شمال، تهران آزاد غرب، علم و فرهنگ، علامه، الزهرا تحصن داشتیم و اعتصاب داشتیم. یه ویدئویی هم منتشر شده که قاعدتا در برنامه‌های بعدی خبریمون منتشر خواهیم کرد، از نحوه بازداشت یکی از دانشجویان امیرکبیر که ماموران لباس شخصی دارن داخل دانشگاه به زور سوار یک پژو میکنن و با خودشون اون دانشجو رو میبرن. هنوز از هویت این دانشجو اطلاعی نداریم. بریم با هم بخشی از ویدئوهای دیروز دانشگاه‌های مربوط به استان تهران رو ببینیم و برگردیم. نظرش خوب تصاویری که دیدیم دانشگاه‌های استان تهران بودن، اما شهرهای دیگر هم شاهد تحصن دانشجویان بود. آره اگه بخوام یه در حال لیست بهت بدم از
تجمع و تحسن و اعتصاب دانشجویان در دانشگاه‌های مختلفی که دیروز در ایران برگزار شده باید اینجوری بریم: گیلان، علوم پزشکی یزد، علوم پزشکی مشهد، خمینی شهر، اصفهان، نجف آباد، رازی کرمانشاه، شاهرود، هنر تبریز، آزاد تبریز، آزاد شیراز، دامغان، کردستان، صنعتی اصفهان، مازندران، یزد، نوشیروانی بابل، جندی شاپور رو که گفتم بهتون. اینا همه دانشگاه‌هایی که دیروز هم اینا تجمع داشتن. فقط قبل از اینکه من برم به دانشگاه‌ها و ویدیوهای اون بپردازم، یه نگرانی رو فعالان دانشجویی مطرح کردن و اون همینه که تعدادی از دانشجویانی که توی این مدت بازداشت شده بودن با قرار کفالت یا وثیقه آزاد شده بودن و دارن در این روزها میگیرنشون، مجددا بازداشت میکنن نهادهای امنیتی. از جمله این افراد ماهان گچپزان عیدگاهی، دبیر شورای صنفی دانشگاه تهران که مجدد بازداشت شده و به گفته دوستانش در آخرین تماسی که داشته از خانواده خواسته که به همسنفیاش بگن براش کاری انجام بدن. در هر حال این نگرانی وجود داره نسبت به وضعیت دانشجویان بازداشتی که بیش از 400 نفرن. اما اگه بخوایم در مورد ویدئوهای دیروز بهت بگم پریسا، دیروز میتونیم بریم ویدئوهایی رو ببینیم از اصفهان، تبریز، یزد، دانشگاه رازی کرمانشاه، دانشگاه جندی شاپور، خمینی شهر، نوشیروانی بابل و مازندران.